بریم سراغ تست شماره دو از قسمت پسوردا باز تناظر یک به که فقط باز حروف یکسان اول چک کنید تا مطمئن شین تناظر یک به که الان آ همشون برابر 6 هم مثلا همین واسه میشه که بتونیم مطمئن شیم تناظر یک به یک خب با حرف پی شروع کنیم پی مقدارش برابر هفته هر چه دیگه هم پی دیدم اینجا درجا میذارم نمیذارم تک تک همه رو چک کنم مثلا توی بعدی که حرف آ هستش آ میدونم شیشه یه شیش اینجا دارم یه شیش اینجا دارم همزمان گزینه هم, هم چک میکنم همه گزینه با هفت شروع میشه اما تو گزینه ای اینجا با هنج داریم سی هم پنج داریم توی آ بی و سی هم این دوتا شیش رو که نشون دادم و داریم میریم سراغ آر آر رو مقدارش میدونم برابر چهاره گزینه آ اینجا پنجه اینجا هم هشته. اون دوتا میشه جواب گزینه دیه سوال دوم با هم دیگه بررسی کنیم این هم تناظر یک به که نگاه کنید حرف ای تو دو, دو طرف برابر آره پس اینجا آر میذارم همه گزینام هم با آر شروع شده خود حرف آر مقدارش برابر اوه اینجا مقدار او میذارم آر او باید شروع شه همشون آر اوه ای رو دارم که ان میشه پس آر او ان باید شروع شه. یعنی گزینه آ و دی و ای حذف میشه دقت کنید حرف بعدی جفتشون هم یکی نیاز به چک کردن نداره حرف بعدیشو چک میکنم این ش رو نمیخواد ت رو میرم چک میکنم ت که مقدارش برابر آ میشه اینجا آ میذارم و جواب میشه گزینه سی دقت کنید همیشه سمت چپی ها رو با سمت راستی ها جایگزین میکنیم یعنی نگید که اینجا چون آره این آره برابر ای میشه نه این حرفایی که اینجا گفته رو با سمت چپ تطابق میدیم بعد متناظرش رو با سمت راست جاگوزی میکنم این پروسه رو تو ذهنتون تهی کنید دو چرا اشتباه نمیشید سوال سوم با هم دیگه بررسی میکنیم ببینید چه اتفاقی افتاده این دوتا حرف وسط اومده جابجا کرده گذاشته آخر این دوتا آخر مستقیم اومده گذاشته اینجا من پیاده میکنم د ای رو میارم میذارم اینجا دو تا حرف وسطم که آوی جابجا به جا میکنم میارم میذارم پشتش میشه دوا یعنی گزینه ای سوال چهارم رو با هم دیگه بررسی میکنیم چه اتفاق افتاده؟ الان این سه حرف اول رو اومده سر و کرده اینجا گذاشته پس سر و ته کرده از راست به چه اومده گذاشته اینجا این سه حرف اول این هم همین کار رو کرده منتها آمده گذاشته تو قسمت دوم پس اینجا دو تا قسمت داریم قسمت اول از سه تا حرف اولی تشکیل میشه برکوسش یعنی جی آ آر و قسمت دوم از سه تا حرف بعدیش میاد تشکیل میشه باز از راست به چپس اس او میشه گارسون یعنی جواب گزینه دیه سوال بعدی این هم ایده خیلی جالبی داره نگاه کنید اگر دو تا حرف حرفا رو جایگاه به جایگاه در نظر بگیم حتی من بیام حتی این ساحل و بالاش بنویسم اونهایی که یکسان باشن یک قرار میگیره زیرشون تو جمعشون اونایی که یکسان نباشه صفر قرار میگیره پس این پایینم هم بیام همین کارو کنم میما رو بیام یادداشت کنم ال و ام یکی نیست صفر دو تا آی ها یکیه یکی دو تا ام یکیه یکی دو تا آ یکیه یکی این منم صفر میشه میشه صفر سه تا سه سه تا یک صفر صف، 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 گزینه ای سوال بعدی همین اتفاق هم دقیقا همین اتفاقی که واسه قبلی افتاد اینجا با فلش و زبدر اتفاق میفته الان من با شاره رو بیام اینجا بنویسم خب اینجا یکی نیست زبدر یکی تیکه یکی نیست زبدره یکی تیکه یکی نیست زبدره اینجا هم زبدره پس دو تا تیک داریم میشه گزینه بی خب سوال بعدی فوق العاده سوال خوبی هستش یا کنید اومده کارا رو داده بر اون اساس ترن رو خواسته من فقط از این حروف اول میدونم که آر برابر سه پس اینجا رو میتونم سه بذارم تو کدوم گزینه سه نداره تو گزینه بی سه نداره اما تو بقیه گزینه ها سه داره حالا گزینه ها رو بررسی میکنم یه دونه چهار اول آخرش داره اما حرفی که اینجا هست یکی نیست گزینه آ هز میشه پس از روی جواب میام اون بقداری که داده رو بررسی میکنم یه موقع دو تا عدد چهار داره چرا دو تا حرف یکسان نداره این باعث میشه که هز بشه از گزینه توی بعدی نگاه کنید من الان یه اطلاع دیگه ای که دارم میدونم هفت مقدارش برابر آ اینجا هفت ورده گفته پس حرف آخر باید آ باشه در صورتی که ان گزینه سی هم از میشه توی گزینه ای چه اتفاق افتاده نه می بینید که با کا یکی اینجا میگیم نه پس با کا باید یکی باشه اما این حرف یه گزینه ای هم از میشه جواب گزینه دی به دست میاد سوال هشتم با هم دیگه بررسی کنیم باز بررسی اینو قبلی انجام میدیم الان سه تا حرف آ داریم که یکسانه این جایگاه باید شکل یکی داشته باشه و با, با بقیه شکلان باید این ستا متفاوت باشه یعنی این ستا الان ببینید یکی هن. این سه تا هم یکی هن. با بقیه متفاوتن ولی این ستا یکی نیستن سی هز میشه این ستا یکی نیستن هز میشه این سه تا یکی هن. اما هز نمیشه چون با بقیه یکی نیستن یعنی سه یکی هم قرار بود که فقط این آ باشن یعنی اگه یه شکل دیگه یکسان باشه نشون میده اونجا هم باید آ باشه اما شو آ فقط باید سه تا از این شکل داشته باشیم توی بعدی جی رو بررسی میکنیم جی باید تکی باشه شکلش باید منحصر به فرد باشه این شکل منحصر به فرد نیست دوبار استفاده شده گزینه آ حذف میشه توی بعدی نگاه کنیم این به فرد مشکلی نداره توی بعدی هم باز این منحصر به فرد ال رو بررسی میکنیم این ال هم باید منحصر به فرد باشه اما نگاه کنید اینجا دو بار تکرار شده این شکل در واقع داره میگه اینجا ال باشه اینجا هم ال در صورتی که تی گزینه بی هم میشه جواب ای به سال نه با هم دیگه بررسی کنیم، باز نظیر به نظیر باید بررسی کنیم الان مربعی که راستش سیاه با مربع سفید هم عرزه. این دایره ای که پایینش سیاه نمیدونیم مقدارش چیه مربع سفید باز نمیدونیم مقدارش چیه دایره سیاهی که رو به بالاه با دایره سیاه رو به بالا هم عرزه. پس این دوتا وسط رو نمیدونیم چیه این هم دایره سیاه رو به بالا هم عرضه. گزینه هایی که حذف میکنه گزینه آه چون باید مربع سفید باشه و گزینه ایه و گزینه ای دیه که این دایرستیاش باید رو به بالا باشه میمونه دوتا گزینه دیگه که باید بررسیشون بکنیم تفاوت بین این دوتا گزینه سر این شکله خب الان من میدونم که اگر فرض کنیم گزینه بی جوابمون باشه گزینه بی در نظر بگی به عنوان جواب اگر گزینه بی جوابمون باشه اینجا گفتیم مربع سیا در نظر گرفتیم در صورتی که من شکل مربع سیا رو اینجا دارم میدونم اگر مربع سیاهی که س... مربعی که سمت چپش سیاه باشه عضو شکل من باشه این سمت یعنی به جای این مربع سفید باید چی قرار می گرفت؟ یه همچی شکلی قرار می گرفت. با توجه به اینکه این شکل قرار نگرفته گزینه بی باید حذف بشه جواب سعی من گزینه C میشه سوال ده رو با هم دیگه بررسی می کنیم سوال ده نقطه ها رو میشمریم یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا تو بعدی یکی دو تا سه تا چهار تا توی بعدی یک دو سه چهار و پنج رو خواهیم داشت گزینه دی میشه جوابم سوال یازده رو با هم دیگه بررسی کنیم تو این سوال حروف صدادار و غیر صدادار رو میشماریم حروف صدادار ترکی آ ای ا او و ا او او ای. اینجا میدونه او خواهیم داشت هشتا حرف صدادار داره اینجا دو تا حرف صدادار داریم این حرف صدا داره این غیر صدا داره سه و دوم میشه اینجا صدا داره ببین یک, دو تا سه تا چهار تا دیگه غیر صدا داره تو پایینی یک دو سه سه تا حرف غیر صدادار داریم پنج تا دیگه یعنی یک دو سه چهار و پنج غیر صدا داره گذینه ایدی سال دوازده دوباره چطوری بررسی میکنیم؟ یا کنید الان حرف R یک بار تو کل این کلمه تکرار شده پس عددی که اینجاست باید یک بار تکرار شده اما اینجا دو بار تکرار شده این گزینه هز میشه توی بعد اینجا چاره باز حرف R رو نشون میده یه بار دیگه اینجا تکرار شده هز میشه توی بعدی اینجا یکه اینجا هم یکه پس هز میشه خب نگاه کنیم حرف بعدی اوه او و او صفر و صفر اینجا هم بازم صفر، گزینه سی از میشه توی بعد یک یک اینجا هم باید نه بعد یک باشه این درست دیگه فقط گزینه دی مونه دیگه تو بقیه چون تکرار شده بود حذف میشد همین خاطر همه گزینه ها حذف میشه دقت کنید پس یه حرف که اینجا یه ب... مثلا دو بار به کار رفته فقط دو بار باید به بره مثل گزینه سی نباشه یک دو سه بار به کار بره باعث میشه که گزینه‌مون حذف بشه بریم سراغ تست شماره دو از سایدی زیلر یا سری اعداد نگاه کنید وقتی که معمولا دقت کنید دارم میگم معمولا وقتی که دو تا متغیر از یه سری اعداد رو از ما میخوان کاری که بعد انجام بدید اینه که به صورت یکی در میون بیایم بررسی بکنید یعنی یک چهار هفت و آ رو یک سری عددی در نظر بگیرید دو چهار هشت و به رو یک سری عددی در نظر بگیرید چه اتفاقی افتاده اینجا به علاوه سه اتفاق افتاده تو سری عددی بالاییمون تو سری عدد پایینیمون به علاوه دو به علاوه چهار میبینیم که داره در واقع دو برابر میشه خود عدد هر دفعه داره اضافه میشه پس از طریق میشه گفتش که داره زب داره دو میشه که به اون حالت آ مقدارش برابر ده به دست میاد و این بر به مقدارش 16 به دست میاد 16 منای ده مقدارش برابر 6 میشه جواب گزینه دیه سال دوم با هم دیگه بررسی میکنیم باز چون دو تا متغیر ازم خواسته من به عنوان یکی در میون میام در نظرش میگیرم که سری بالایمون سری راحتی هستش دو به توان سه رو داریم سه به توان سه رو داریم چهار به توان سه رو داریم اتوماتیک اینور میشه همه عدد های مکعب کامل که میشه 5 به توان 3 تا دقت کنید این سری های مربع کامل و مکعب کامل خوب بلد باشید یعنی 1 به توان 2 2 به توان 2 3 به توان 2 اینو حتی مثلا تا 11 12 به توان 2 شو بنویسید و بلد باشید 1 4 9 16 25 که هر جا میبینید به چشتون آشنا باشه و مکعب کاملا 1 به توان 3 2 به توان 3 3 به توان 3 اینم تا 10 به توان 3 میتونید بلد باشید 1 8 اینا رو حساب کنید و حتما بنویسید چون به دردتون میخوره 6 به تماس میشه 216 همجوری ادامه پیدا میکنه خب مکعب کاملش رو الان به دست آوردیم به صورت پیش فرض میگیم که سعی کنیم بین 16 و x 74 و, و, و 133 رابطه برقرار بکنیم اما بعضی اوقات این رابطه برقرار نمیشه بلکه رابطه‌ای که برقراره وابسته به عدد قبلیشه یعنی 8 و 16 بینشون یه 8 اتفاق افتاده 64 و 74 بینشون یه به علاوه 10 اتفاق افتاده و 125 و 133 بینشون یه به علاوه 11 اتفاق افتاده پس اینجا در واقع بین 27 و, و x هم یه به علاوه 9 اتفاق افتاده که جمع 27 و 9 به من مقدار 36 رو میده الان پس x 36 ایگره من 125 جمع اینا 161 میشه جواب سعی گزینه بیه سوال سوم رو با هم بررسی میکنیم باز دو تا متغیر داده من اینو به صورت یکی درمیون بررسی میکنم 5 16 49 جورو به جلو داریم حرکت میکنیم بین 5 و 16 یک جهش بزرگی داشتیم یا میگم به علاوه 11 بوده که توی بعدی باز میبینیم بین 16 و 49 جهشمون بزرگه پس احتمالا یه حالت ضربی پیش اومده میگم اگه خب ضبط در 3 به علاوه یکیش کنم این رابطه بین اینا برقرار میشه و دقیقا اینجا 49 ضبط در 3 به علاوه 1 به من مقدار 148 میده x من پس 148 8 حالا برای به دست آوردن ایگرگ ایگرگ مقدار خیلی راحت تر هم هستش یکی در میون بریم جلو الان ببین بین 14 و 42 ضرب در 3 بین 4226 هم ضرب در 3 126 و ایگرگ هم اینجا یه ضرب در 3 رو داریم که مقدارش در میاد 378 الان 378 رو من های 148 بکنیم مقدار 230 رو به من میده جواب گزینه 3 سوال 4 رو با هم بررسی میکنیم باز یکی در میون بریم جلو این خیلی را سری راحتی هستش یکی در میون که بریم جلو میبینیم تو سری بالا که نارنجی رنگ نشون دادم همشون دارن به علاوه چهار میشن پس آ میشه نوه به علاوه چهار که اللحاظ مقداری سیزده میشه تو سری بعدی هفت و دو نو یازده رو داریم و بی رو داریم این سری به سری فیبوناچی معروفه جمع هفت و دو نه میده جمع دو و نه یازده رو میده جمع 9 و یازده هم مقدار 20 رو بهمون میده پس سری فیبوناچی سری هستش که هر جمله از جمع دو جمله قبلی به دست مثلا اگه با یک و یک شروع کنیم جمع یک و یک دو میشه بعدی جمع یک و دو سه میشه جمع دو و سه 5 میشه جمع هر دو تای قبلی جمله جدید رو بهمون میده خب بی 20 شد آ 13 شد جمعش سی و سه به دست میاد سوال پنجم رو هم دیگه بررسی میکنیم باز یکی در میون در نظر میگیریم چون دو تا متغیر داره بالایی به شدت راحت هستش منهای 8 داره میشه پس مقدار آ من میشه 24 منهای 8 که برابر 16 به دست میاد توی بعدی هم اینجا یک در میون نگاه بندازیم منهای 9 داره میشه 16 منهای 9 هم برابر 7 به دست میاد آ 16 به 7 جمع 23 میشه گزینه بی سوال ششم رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. باز یکی در میون اینجا رو در نظر بگیریم. اینجا به علاوه 15 به علاوه 15 اینجا به علاوه 15 میشه x در میاد. 94 میشه. اینجا 36 و 24 63 می‌برم y رو داریم. اینجا یکی درمیونش رابطه‌ای نمیتونید برقرار کنیم پس گفتیم دو حالت داره دیگه یا یکی در میون باشه یا به جمله قبلیش رب داشته باشه که جمله قبلیش رو ببینیم جمع ضرب رقماش 4 در 9 به من عدد بعدی رو میده اینجا نگاه کنیم الان 64 رو داریم 6 در 4 بعدی رو داریم 72 7 در 9 اینجا 94 9 در 4 مقدارش 3 و 6 به دست میاد الان x من 94 شد y من 36ه تفاضل بین این دو تا 5 و 8 رو به من میده گزینه سیه سوال هفته ما با هم دیگه بررسی کنیم باز یکی در میونه دو تا متغیر داریم 81 54 36 و x رو و داریم الان بین 81 و 54 27 تا اختلافه بین 54 و 36 هم 18 تا اختلافه دقت کنیم بین 27 تا 18 9 تا اختلافه اینجا اتوماتیک میام 9 تا اختلاف دیگه باشه یا برای اینکه متوجه بشید بهتر این 9 ضرب در 3 باشه این 9 ضرب در 2 اینم پس 9 ضرب در 1 که داره کم میشه یعنی 36 منهای 9 رو داریم که مقدارش برابر 27 میشه حالا پایینی ها رو بخوایم حساب بکنیم این باز یکی در میون نمیتونید اینجا رابطه پیدا بکنید بینشون باید با کمک عدد قبلی این کار انجام بدیم حالا 81 در 8 به توان دو به علاوه 1 به توان دو 54 5 به توان دو به علاوه 4 به توان دو 36 هست 3 به توان 2 به علاوه 6 به توان 2 و 27 رو داریم که میشه 7 به توان 2 به علاوه 2 به توان 2 49 به علاوه 4 رو داریم که مقدارش در میاد 53 حالا یه x داریم که 27 یه y داریم که 53 جمع همشون 80 میشه میشه گزینه ای سوال هشتم تو سوال هشتم یکی در میون باز میایم بررسی میکنیم 22 41 60 اینجا یه علامت سوال داریم و اینجا 71 و داریم دقت کنید بین اختلاف ها رو بخوایم بررسی بکنیم به هیچ نتیجه خاصی نمیرسیم بعضی اوقات گفتم بهتون لازمه که به صورت رقم به رقم بررسی کنید اما الان جمع رقم های 22 یعنی 2 به علاوه 2 4 رم جمع رقم های چلوی که چاره به علاوه که پنجه شست میشه شیشه به علاوه صرف که شیشه اینجا پس تو علامت سال باید یه دونه رقمی رو پیدا کنیم که جمع ارقامش هفت باشه چون تو بعدی هم نگاه کنید جمع رقم های هفت و یک برابر هشت توی پایینی هم نگاه کنید شونزده و شست و یک معکوس هم دیگه هستن پنجه و دو هم می نویسم بیست و پنج شست و سه می سی و اینجا نمیدونم چی نقاط کنین همه یکی میون داریم مرسی میشه دیگه 61، 63 و علامت سوال و اینجا 46 64 که 8 به توان 64 بنویسیم 8 به توان 2 میشه حالا نگاه کنید 4 به توان 2 5 به توان 2 6 به توان 2 پس اینجا 7 به توان 2 بعد باشه که 49 متو معکوسش رو بعد بنویسیم میشه 94 تا عدد دوم من 94 بعد باشه به جمع دو تا رقم اول منم گفتیم بعد 7 باشه جواب گزینه بیه پس سری عددی ای که اینجا خیلی اهمیت داره مربع های کامل رو در نظر بگیرید من از 4 به توان 2 می نویسم 4 به توان 2 5 به توان 2 بره جلو بنویسیمش میشه 16 25 36 49 64 این همینجوری ادامه پیدا میکنه با معکوسش خیلی کار میکنه مثلا به جای 16 61 می نویسم به جای 25 52 می نویسم به جای 36 63 می نویسم به جای 49 94 می نویسم 64 46 می نویسم همینجوری ادامه داره جواب گزینه B میشه سوال بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم باز یکی در میون میایم بررسی میکنیم منفی دو و 4 چهار با منفی دو و با اینجا باز علامت سواله چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ یه مثبت 6 اینجا داریم بعد یه منفی 6 اینجا داریم باز احتمالا بعدش یه مثبت 6 اینجا داریم که منفی دو به علاوه 6 به من مقدار 4 رو میده الان توی بعد اینجا دو و دو رو داریم دو منفی 4 رو داریم و این رابطه که این بالا پیدا کردیم هیچ ارتباطی به این پایینی نخواهد داشتش خب یادتون باشه اول این قسمت این تست من برگشتم گفتم بهتون که وقتی دو تا علامت سوال میده معمولا یکی در میون باید نگاه کنید بعضی موقع لازمه که یکی در میون نگاه نکنید این در واقع این خیلی ایده جالبی هستش یه مدل خاصی از فیبوناچیه اگر جمله اول من آ جمله بعدی من ب باشه جمله سوم من از قرینه جمله اول به جمله دوم به دست میاد الان نگاه کنید منفی دو دو رو داریم قرینه جمله اول من دو به جمله بعدی میشه که میشه چهارت این چهار به دست اومد. الان اینجا نگاه کنید قرینه این جمله منفی دو به علاوه چهار بشه. میشه دو تا دو به دست اومد. پس برای به دست آوردن علامت سوال باید بگیم هست منفی دو تا جمله قبلیش منفی منفی دو دو به جبله بعدیش که میشه منفی چار این تیکه میشه منفیه دو. بعدیو منفی دو بعدی رو حساب کنیم منفی منفی 4 4 منهای دو بشه یعنی در واقع باید جمع بشه جمع با منهای دو میشه که اینجا دو به دست میاد یه منفی دو داریم یه دو داریم میشه گزینه سوال قشنگی هستش واقعا سوال رو با هم دیگه بررسی میکنیم سوال دهم ده هم, هم باز ایده ای که میتونید ازش استفاده کنید اینجا کمکتون میتونه بکنه این ستا هستش این ستا رو ببینید جمع 8 و 14 میشه 22 میگم پس احتمال این که فیبوناچی باشه هست تست کنم جمع 4 و 2 میشه 6 تا جمع 2 و 6 میشه 8 8 و 14 تو 22 14 و 22 میشه 36 و 22 و 36 هم 58 میده اتفاقا پس دو تا علامت سوال من که 6 و 36 کاملا درست انتخاب شده سوال 11 رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم توی این سوال معمولا وقتی که یه سوال با رادیکال میان ترکیب میکنن شما سعی کنید که کل سوالتون رو به یه شکل در بیارید الان یه جا رادیکالیه یه جا رادیکالی نیست اینا که رادیکالیه رو نمیتونیم به غیر رادیکالی تبدیل کنیم ولی اونایی که به صورت عادی هست رو میتونیم به رادیکالی تبدیل کنیم من 4 رو مینویسم رادیکال 16 پنجم می رادیکال 5 رو مینویسم رادیکال 25 تا حالا بین عددی ای که اینجا از 7 تا 16 9 تا اضافه شده 16 تا 25 9 تا 25 تا سی و چارم باز نه تا پس سی و چارم نه تا بهش اضافه میکنیم میشه چلو ست تا رادیکال میذاریم میشه رادیکال چلو سه گذینه ایسی سوال رو دو... رو دوازده رو جا انداختیم براه. سال دوازده رو بررسی میکنیم سال دوازده یه رابطه اعشاریه اینا اعشار هستش هفت و دو نیستش هفت و دو دهمه پنج و هفت دهمه چهار و سه دهمه پس بین 72 و دو و و ببینید یک و تا داره کم میشه همیشه اولین چیزی که چک میکنیم اختلافه توی بعدی داره یک و چار کم میشه توی بعدی داره یک و سه کم میشه و توی بعدی در نهایت یک و دو داره کم میشه سه منا یک و دوم میشه یک و هشت جواب گزینه دیه سوال سیزده رو با هم دیگه بررسی میکنیم تو این سوال باز اگر بخوایم به حالت یکی در چون دو تا علامت سوال داره یکی درمیون میون پیش بریم یکم سخت میشه من مستقیم سعی میکنم رابطه رو به دست بیارم نگاه کنید از یک به دو داره دو, حالت داره یا بگیم زبدر در دوه که توی بعدی این زبدر دوه به دردم نمیخوره یا میتونم بگم زبدر در سه منهای یک از دو به هفت باز این ضرب در سه رو میتونم پیاده کنم منتهای نفع به علاوه یک شده باز از 7 به 20 این ضرب در 3 موجود منهای 1 شده 20 به 61 ضرب در 3 به علاوه ایک. پس از 61 به بعدی ضرب در 3 منهای 1 که مقدارش در میاد 61 در 3 183 منهای 1 میشه 182 و بعد ضرب در 3 به علاوه 1 داریم 182 ضرب در 3 میشه 546 که به علاوه 1 بشه 547 به من میده جواب سعی من گزینه بیه سوال چهارده رو برای اینکه بتونیم حل بکنیم یه تغییر خیلی کوچیک باید بدم تو سوال اینجا به منفی 17 باید مقدار منفی 16 قرار بدم رابطه ای که به دست میاد یکم سخته صرف به توان 3 منهای 16 بعد یک به توان 3 منهای 16 بعد دو به توان 3 منهای بعد سه به توان 3 منهای 16 4 به توان 3 منهای اینجا یه 5 به توان 3 داریم و 6 به توان 3 منهای 16 داریم 5 به توان 3 منهای 125 که منهای 16 بشه مقدار 109 رو به من میده و 6 به تماس 216 منهای 16 بشه 200 رو به من میده میشه گذینه ایسی سوال بعدی رو با هم دیگه بررسی میکنیم توی این سوال اتفاقی که داره میفته من حالا سعی میکنم اول بین عددهایی که داخل رادیکاله ارتباط برقرار کنم ارتباطی به دست میاد عددهایی که خارج رادیکاله سعی کنیم باز ارتباط برقرار بکنیم باز هم ارتباطی به دست نمیادش ارتباط اصلی که اینجا برقراره به این صورته نگاه کنید یک و چهار رو به عنوان رقم ببینیم در هم ضرب کنیم چی یک ضرب در چهار چاره جذرش رو بیایم زیر رادیکال بنویسیم رادیکال چهار میشه دو اومدیم زیر رادیکال نوشتیم. سه در سه نه جذرش سه میاد زیر رادیکال مینویسه پس در واقع اینجا سری رقم داریم ضرب ارقام و رادیکالش رو میایم زیر رادیکال می نویسیم و اینم خود ارقام همه اینجا نگاه کن 4 و 9 در هم 36 جزر 6 میشه 8 و 2 ضرب 16 جزر 4 میشه الان خب باید گذینه یا انتخاب کنیم که این شرایط رو داشته باشه الان 4 در 6 24 اصلا جز نداره این زیر بخوایم بنویسیم 7 در 2 14 جز نداره این زیر بخوایم بنویسیم 8 در 4 هم به همین صورت اینجا 91 داریم که میشه 9 در 1 9 جزش میشه 3 اومده این زیر یادداشت کرده جواب گزینه ای دی میشه سال 16 رو با هم دیگه بررسی کنیم. باز هم این به صورت های اعشاری در نظرش بگیریم. اینجا منهای 1 و 2 دهم ده میشه. این بر منهای 2، و 4 هم میشه. اینجا منهای 4 و 8 دهم ده میشه. چه اتفاقی داره میفته؟ خیلی ساده در نظر بگیریم، داره خیلی راحت ضرب داره 2 میشه. الان اینجا پس منهای 9 و 6 به دست میاد. 8 تا 7 منهای 96 در میاد منهای 9 جواب گزینه C بریم سراغ حل تست شماره دو از بخش ایشلم ها سال اولش رو با هم دیگه بررسی بکنیم به قسمت تست قبلی هم راجبش با هم صحبت کردیم کاری که بعد انجام بدیم اینه که اینا رو تک تک این مقادیری که میخوان قرار بدیم اگر حالا حالت پیچیده تری داشتون مثلا مثل سوال پنج آبه رو محاسبه بکنیم بعد تو سمت راست قرار بزنیم چون مستقیم آبه او داده من مستقیم خودم آبه رو میام قرار میدم پس اینجا مقدار آ رو 3 میذارم مقدار آ رو 8 میذارم مقدار بی رو 3 میذارم جوابش در میاد 8 ضرب در 3 مثلث 3 میشه یعنی در میاد 24 مثلث رو به پایین 3 واسه مثلث رو به پایین 3 اینجا اگر 24 رو 3 قرار بدم جوابش در میاد 24 به علاوه 3 تقسیم بر 24 منهای 3 میشه 27 21 هم جفتشو بده 3 ساده بکنم مقدار 9 هفته میده جواب گزینه ای به دست میاد سوال بعدی همیشه توی رابطه هایی که دو تا عدد توان دو دارن از هم کم میشن بلافاصله اتحاد مزدوج یه گوشه ذهنتون باشه مخصوصا وقتی قراره که دو تا عدد خیلی بزرگ و محاسبه بکنیم یعنی من که اینو دو هزار یک به جای اینکه بنویسم 2001 به توان دو منهای 2000 به توان دو بنویسمش 2001 منهای 2000 ضرب در 2001 به علاوه 2000 مقدارش در میاد 1 در 4000 یک که جوابش میشه 4000 و یک خیلی راحت تر محاسبه میشه جوابمون در میاد گزینه دی سوال سوم خب الان اینجا باید x به توان 3 رو مساوی 64 قرار بدم y به توان 4 رو مساوی 81 قرار بدم 64 4 به توان 3 81 هم 3 به توان 4 x مقدارش 4 به دست میاد این پایین هم y مقدارش 3 به دست میاد قرار شد وقتی این معادله های سمت که از سمت چپ هم تشکیل میشه رو حل بکنم جوابایی که به دست میاد رو توی عبارت های سمت راست بذارم یعنی اینجا به جای x 4 به جای x 4 به جای y 3 قرار میدم در میاد 3 ضرب در 4 به علاوه 4 ضرب در 3 12 به علاوه 12 مقدار 24 رو میده جواب گزینه b میشه سوال چهار رو ما هم بررسی میکنیم خب سه مسلس پنج اینجا به جه مسلس یعنی ب... عبارت اولم به جه آ سه به جه به پنج میذارم سمتر هستم بعد همینو جاگذاری کنم سه و پنج قرار میدم میشه سه ستا نه تا چار پنج تا بیست جوابش بیست و نه به دست میاد دو قسمت بعدی اینجا دو و یک بعد به جا آبه بذارم اینجا دو و یک میشه میشه سه دو تا شش تا چهار یکی چار تا مقدارش ده به دست میاد اینجا ده قرار میدم حالا سه و پنج بعد اینجا بذارم به جا به سه ستاره پنج اینجا به جا آسه به جا به پای میذارم میشه یا باشه سمت چپ و جا کنیم میکنیم متغیرها رو به دست میاریم تو سمت راست قرارش میدیم پنج, پنج تا پونزده تا سه تا پونزده تا صفر به من میده مقدار سی و رو میده جواب میشه گزینه آ سال پنجم رو با هم دیگه بررسی میکنیم خب تو سوال پنجم نگاه کنید باز باید معادله تشکیل بدیم معادلا به چه صورت دو آ پنجم باید برابر 20 بشه سه بی هفتم باید برابر سه بشه یعنی دو آ پنجم مساوی 20 سه بی هفتم مساوی سه از اینجا دو رو با 20 ساده کنیم ده میده آ در میاد ده در پنج میشه 50 تا سه و بی هم ساده کنیم یک میشه بی در میاد یک در هفت که هفت به دست میاد تو سمت راست حالا جاگذاری میکنیم میشه سه تا پنجاه دهم ده به علاوه دو تا 7 هفت هفتم اینا رو ساده میکنیم اینم 5 میشه میشه 15 به علاوه دو مساوی 17 جواب میشه گزینه سی سوال ششم باز معادله باید تشکیل بدیم این دوتا رو مساوی هم باید قرار بدیم x2 منهای 1 میشه مقدارش 48 y2 به علاوه 1 مقدارش میشه 82 x2 مساوی 49 کم و هفت توان دوه x پس برابر هفت دست میاد گوشه ذهنتون x مساوی منفی هفت هم باشه تو گزینا اگر عدد منفی گذاشته بود احتمالا تر و سوال داشته از این قسمتش هم استفاده میکرد y دو به علاوه یک که 82 y2 پس 81 یا 9 به توان دو از اینجا y مقدارش 9 به دست میاد حالا بعد سمت راست جاگذاری کنیم به جای x 7 میذارم اینجا به جای y 9 میذارم میشه 4 در 7 منهای 3 در 9 به علاوه 1 میشه 28 منهای 27 به علاوه 1 29 منهای 27 مقدار 2 رو میده میشه گزینه C سوال هفتم سوال هفتم رو میتونید مستقیما برید از همین روشی که قبل استفاده میکردیم استفاده کنید به جای آب 8 و 15 توی اپریشن مربع توی اپریشن دایرم 8 و 15 بذارید اما یه راه خیلی بهتر داره این عبارت به شدت عبارت مهمیه توی حالا دورای ریاضی من, همیشه روی عبارت خیلی تاکید خاصی دارم چه اتفاقی این تو افتاده این آب رو من اگر بیارم داخل مخرج قرار بدم در میاد یک به روی آ به علاوه ب به, به رو آب تفکیکش که بکنم میشه یک به روی آ رو به, به, به رو آب به علاوه ب به رو آب که آها ساده میشه بیام ساده میشه میشه یک به روی یک بیومه به علاوه یک آم. الان یک بیوم به علاوه یک آم و اینجا در نظر بگیرین همون آ مربع ب میشه. پس آ دایره ب با یک برو آ مربع ب برابره. یعنی اینجا 8 دایره 15 با یک به روی هشت مربع 15 برابره این خطش میزنم یک بر روی هشت مربع 15 قرارش میدم اینا رو ساده میکنم جواب یک به دست میاد چه گزینه ایده؟ ایده پشت این سوال خیلی مهم استش سال هشتم باز قبل از اینکه مستقیم به جای x و y بیای مساوی یک چهارم و یک سوم قرار بدی اول این عبارتی که بهت دادن رو سعی کن که بیای یکم ساده سازیش بکنی من اینجا یه ای مخرج مشترک میگیرم درمیاد میاد ایگرگ به علاوه ایکس. تقسیم بر x میشه به روی یک به روی x میشه x y رو ساده کنم جوابش درمیاد میاد ایگرگ به علاوه ایکس. این به صورت پس میدونم اگر x و رو رو بخوام عملی کنم جمعشون میشه در میاد 3 به علاوه 4 چار. 3 تا تا میشه 12 تا در میاد 7 دوازده میشه گزینه C سوال نهم رو با هم بررسی میکنیم خب سوال نهم اول باید از داخل پرانتز شروع بکنیم X اپریشن 3 خب X اپریشنمون 3 اینجا به جای x که خود x به جای y فقط باید 3 بذاریم پس اینجا فقط کافی به جای y 3 من میام قرار بدم در میاد 3x به علاوه 2 ستا که میشه 6 ده. در میاد 3x به علاوه 6 پس عبارت اپریشن اینجا هم در میاد 5 اپریشن 3x به علاوه 6 مساوی 39 به دست میاد که الان میشه این x رو 5 بذاریم در میاد 3 تا 5 تا به جای y هم باید 3x به علاوه 6 بذاریم یعنی عبارت اولام 5 میشه این عبارت هم 3x به علاوه 6 میشه حالا هر جا x دیدم 5 میذارم اینجا پس 5 میشه هر جا y هم دادم جاش 3x به علاوه 6 قرار میدم در میاد 5 تا 3 تا 3 تا 5 تا فرق نداره 3 تا 5 تا به علاوه 2 تا 3x به علاوه 6 اینجا مقدارش برابر 39 باید بشه الان 15 و 39 رو با هم ساده کنیم 24 میده 2 و 24 رو ساده کنیم 12 میده 6 به علاوه 6 12 6 برابر 12 منه 6 که 6 x برابر 2 جواب در میاد گزینه ای بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم باز با هم معادله حل کنیم آ منهای به دو میخوام 84 بشه آ به علاوه به 14 ه آ دو منهای به دو تفاضل دوتا مربع کامله بلا فاصله اتحاد مزدوج آ منهای به در آ به علاوه مساوی 84 میشه آی به علاوه b هم گفتیم برابر 14 الان جای آی به علاوه b 14 بزنیم 14 و 84 رو ساده کنیم مقدار 6 به دست میاد آی منای به برابر 6 میشه آی به علاوه b برابر 14 میشه این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنیم دو آ برابر 20 آ برابر 10 میشه اینجا آ رو 10 بذاریم چی شو بریم اون بر بی مقدارش برابر 10 منای 6 یا 4 به دست میاد پس توی سمت راست الان دیگه باید جاگذاری بکنیم به جا آ میذاریم پنج تا در ده تا بیام که چهار میذاریم میشه منای چهار تا پنجا منوی چهار مقدار چهل و شیش رو به من میشه می گزینه بی سوال یازده رو بررسی میکنیم الان اپریشن ایکس گفته برابر دو میشه این عبارت رو پس میدونیم که برابر دو میشه یک و دو رو ساده کنیم مقدار یک رو به من میده الان دو به روز سه به علاوه x چهارم مقدارش برابر یک میشه یعنی سه به با علاوه باید دو به بده که دو به دو به من یک بده یعنی سه به علاوه چهارم چهارم مصابی دوه سه بره اون دو کم بشه یک چهارم منفی یکه یعنی X میشه منفی یک در چهار منفی چهار میشه میشه گزینه سی سوال دوازده با هم دیگه بررسی میکنیم آبه اپریشن آی, آی شده آدو به علاوه به دو الان پس آ ضرب در ب 5 بعد بشه آ منهای ب باید آ ضرب در ب 8 باید بشه آ منهای ب باید 5 بشه معادلا به این صورت آ منهای ب 5 آ ضرب در ب 8 این عبارت اول اما بیام به توان دو برسونم آ منهای بی به توان دو میده آ دو ب دو منهای دو آ این مرتبط به فصل اتحادا هستش تو ریاضیه که فصل به شدت مهمی هستش و دیتا الان بعد اون فصل رو یاد گرفته باشید واقعا به جای آی زب در به مقدار 8 میذارم دو در 8 16 بره اونور بر با 25 جمع بشه مقدارش 41 به دست میاد اتفاقا مقداری که تو سمت راستم خواسته از اما آ2 به علاوه ب2 که برابر 41 جواب گزینه ای دیه سوال 13 رو با هم دیگه بررسی میکنیم x تو منهای y2 رو گفتیم چی می‌نویسیم x منهای y در x به علاوه y پس اینجا میشه 510 منهای 490 در 510 به علاوه 490 اینجا 500 در 490 20 این برم میشه 1000 تا ضربش میشه 20 هزار گذینه ایسی سال 14 هم رو با هم بررسی میکنیم اول مسلس رو بررسی کنیم اینجا 8 میذاریم اینجا 13 میذاریم 5 آ منهای 2 مصابیه 8 3 b به علاوه 1 مساوی 13 پنج آ میشه دو به که ده پنج آ ده باشه آ میشه ده پنجم که برابر دو این برم سه به دوازده سه به میشه میشه دوازده سوم که برابر چهار. حالا تو سمت راستش باید جاگذاری کنیم میشه 6 تا به آ دو به جا به چهار شیش دوتا دو تا دوازده تا دو چهار تا 8 هشت دوازده آه هشت مقدارش بیست میشه توی قسمت بعدی A2 داریم توی این اپریشن A2 مربع دو به علاوه دو A2 مصابی 16 دو به علاوه دو مصابی 12 A2 در میاد 16 A پس برابر 4 این بر دو به برابر 10 B برابر 5 از این بر داریم 5 زب در 4 منهای 5 5 منم توی این سمجا گذاری کردم 20 منهای 1 رو داریم که 19 میشه اینجا 20 اینجا 19 تفاضلش 1 گذینه بیه سوال بعدی باز معادله باید حل کنیم 4A 16 5B برابر 20 4A مصابی 16 میذارم A برابر 4 میشه 5B که 20 بشه B رو برابر 4 در نظر میگیرم سمت راست باید جاگذاری بکنم میشه 4 به طبان 3 منعی 3 4 4 رو این رو ساده بکنیم درمه 4 به طبان 3 64 منعی 3 61 به من میده گزینه ای و سال آخر اول 20 مثلث رو بعد حساب کنیم اینجا به جای پس بعد 20 قرار بدم 4 20 تا 80 تا به 5 تقسیمش کنیم 16 بهم میده و اینجا اینجا 16 شد پس الان باید 16 مربع رو حساب بکنم اینجا در 16 به توان 2 منهای 8 256 منهای 8 248 به من میده بریم سراغ تست شماره 2 سوال اول رو با هم دیگه بررسی کنیم توی این سوال بهتون گفتم که شکل هایی که یکسان هستن یا در یک نایه قرار دارن یا کنین این شکل الان دور تا دور مسلس قرار دارن بعد با توجه به اینکه اینجا یه علامت سوال داریم احتمالا با این عددهای دور تا دور باید یک کاری انجام بدیم و عدد وسط رو به دست بیاریم الان کارهای مختلفی که میشه انجام داد اول که جمعشون بکنیم به مرحله بعد کار دیگه این میشه که انجام داد اینه که همه رو ضرب کنیم تو هم یا اگه عواستون رو جمع بکنید میبینید 6 نه تا با 15 اختلاف داره و نه توانی است به صورت سه به توان دوه مثلا یه من اینجوری به ذهنم رسید سه به توان دو به علاوه 6 میشه 15 اینجا باز دو به توان 5 به سی نزدیکه و سه تا بهش اضافه شه میشه 35 پس اینجا 4 به توان دو 16 به علاوه 5 21 میده سال دوم رو با هم دیگه بررسی کنیم این سال هم به این صورته که بعضی اوقات باید اینها رو به صورت رقم های جداگونه نبینید اینو باید به صورت عدد ببینید اینجا 32 داریم اینجا 25 داریم اینا رو از هم کم کنیم مقدار 7 میده 51 داریم 45 داریم از هم کم کنیم مقدار 6 میده 33 داریم 29 داریم از هم کم کنیم مقدار برابر 4 میده گزینه بی جواب سوال سوم هم دیگه بررسی میکنیم توی مدل هم معمولا باید از دایره های دور بیایم استفاده بکنیم و دایره وسط رو سعی کنیم که به دست بیاریم الان به چه صورته؟ حالا حالت متفاوتی که میشه چک کرد جمع دور تا دورشه ضربشونه ضرب این دوتا ضرب این دوتا جمعشون بعد با هم دیگه یا اختلاف این دوتا جمعشون با هم دیگه حالت مختلف رو باید تست کنیم اینجا حالتی که اینجا موجود هستش دوتا عدد روبروی یعنی 54 دو هم دیگه ضرب میشن مقدارش برابر 20 میشه عدد های روبروی دیگه هم با هم دیگه جمع میشن مقدارش برابر 16 میشه اینا رو با هم جمع کنیم عدد وسط رو میده اینجا هم پس به همین صورته 5 در 5 25 و علاوه 9 8 که 17 میشه مقدارش برابر 42 به دست میاد میشه گزینه ای سال چهار رو با هم دیگه بررسی میکنیم توی سال شماره چهار هم یه ایده ایده خاصی هستش به نظرم نیا کنید اینو یه عدد دو رقمی در نظر بگیرید مثل دوازده تقسیم مردوش بکنید شیش میده و بعد اینو عدد رو 26 در نظر بگیرید و بعد تقسیم مردوش بکنید سیزده میده پس الان هیچده رو تقسیم مردم کن نه میده هشته دو تقسیم مردم کنیم چهل میده جواب 940 میشه سوال بعدی رو با هم دیگه این هم باز جز ایده که به نظرم جالب میاد این عدد دو رو ببینید به توان دو برسونید مقدار چهار رو میده میذارمش توی یکان این ورم که به توان دو برسونید میذارمش بعد بذارمش توی ده کان اینجا هم پس همینه سه رو به توان دو میذارم میشه نه میره توی یکان یک رو به توان دو میذارم میره البته سه به توان دو برسونید میره تو برسونی می توی ده کان یک به توان دو برسونید میره توی یکان جواب گزینه دیه سوال بعدی که سوالش شما رو بررسی بکنیم نگاه کنید باز الان سعی باید بکنیم از شکل‌های مثلث به متوازی و لذا برعکسش برسیم الان چون باز این سه یه مقدار کوچیکتری به عدد اینور بزرگتر هستن خب به خودمون میگیم که احتمالا یه همچین رابطه هستش که از یه عدد کوچیک عدد بزرگ رو در نظر بگیریم اگر که سه رو به توان دو برسونیم به علاوه خودش بکنیم عدد دوازده رو میده اینورم به همین صورت دو رو به توان دو برسونیم به علاوه خودش عدد 6 رو میده اینجا همینه 4 رو به توان دو برسونیم به علاوه خودش بکنیم 20 میده یکم هم به همین صورت حالا از این بر 5 رو به توان دو برسون میشه 25 به علاوه 5 مقدارش برابر 30 به دست میاد این برم 3 به توان 2 9 به علاوه 3 مقدارش 12 به دست میاد میبینیم جواب گزینه سی میشه سوال بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم 8 اگه تو 6 ضرب بکنیم مقدارش برابر 48 میشه 4 رو برده این بر 8 رو برده این بر پس الان 42 از ضرب 3 تو x تشکیل شده یعنی 42 سوم یا 12 رو اینجا جاگذاری بکنیم 3 ضرب در داره... 12 نمیشه دیگه 14 میشه 3 در 14 میشه 42 4 رو بردیم تو ده در... این سمت چپ 2 رو بردیم سمت راست جواب گزینه ای سوال بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم باز اینجا 42 رو به صورت جداگونه نمیم به صورت عدد دو رقمی ببین که تقسیم بره 7 بکنم مقدار 6 رو من میده تقسیم بر 6ش کنم تقسیم بر 6ش کنم مقدار 7 رو میده 96 هم تقسیم بر 6 کنم مقدار 16 رو میده 7 اومدم تو صدگان 16 رو به چسب مونده توی بعدی 54 تقسیم بر 6 برابر 9 اومده اینجا قرار گرفته 9 تقسیم بر 6 13 برابر اینجا قرار گرفته توی بعدی 92 تقسیم بر 6 بکنیم 15 میشه اینجا هم تقسیم بر 6 بکنیم 4 به دست میاد 15 رو اول بذار 4 رو به چسبون بقلش میشه گزینه بی سوال بعدی رو با هم نگی بررسی کنیم الان جمع عدد های ستون سمت چپ 2 و 5 و 4 برابر 11 این من 4 و 6 و 3 برابر 13 این دوتا رو با هم نگی جمع بکنیم 24 میده تقسیم بر 3 بکنیم مقدار 8 میده باز این سمت چپ رو با هم جمع کنیم 7 و 3 10 با 6 16 5 و 4 9 با 8 17 جمعش 33 تقسیم بر 3 11 رو میده الان بعدی 8 و 3 11 با 5 16 6 و 1 7 با 4 11 با هم دیگه جمعش کنیم میشه 27 تقسیم بر 3 مقدار 9 رو میده جواب گزینه بیه سوال 10 رو با هم دیگه بررسی کنیم جمع ستون اول اگه در نظر بگیریم برابر 20 میشه تفاضل ستون دوم برابر 4 میشه تقسیم این دوتا به هم 5 میده پس اینجا جمع این دوتا 40 میشه تفاضل این دوتا 8 میشه تقسیمش 5 میشه جمع این دوتا 16 تفاضلش 2 تقسیمش 8 گذینه ایتی سال سختی سال ده سال 11 رو با هم دیگه بررسی کنیم 4 و 2 رو با هم جمع میکنیم 6 میده تو 3 ضرب کنیم عدد وسط رو میده. 3 و 5 رو ز... جمع کنیم 8 در 4 ضرب کنیم 32. اینجا 1 و 3 برابر 4 در 5 ضرب کنیم 20 میده میشه گزینه دال دوازده رو با هم نگه بررسی کنیم. 5 ضرب در 3 برابر 6 برابر 9 میشه. اینجا پس 3 ضرب در 3 برابر 2 برابر 7 در. پس اینجا x بذاریم 4 در x شده 7 به 9 که 16 پس علامت سوال برابر 4 به دست میاد سوال 13 رو با هم بررسی میکنیم جمع ارقام سمت چپ رو حساب بکنید دقیقاً ذات عددی که این پایین هستن رو باید برم با هم ربط بدیم بزرگان بزرگن احتمالا باید به ارقام بس با هم فکر کنیم جمع ارقامش نه برده تو یکان. اینجا جمع ارقامش 3 برده تو ده کان. جمع ارقامش 4 برده توی یک جمع ارقامش 8 برده تو, تو صد کان جمع ارقامش 8 میره تو یک این برم 5 میره 10 کان میشه گزینه پی سوال بعدی با هم نگه بررسی کنیم نگاه کنید جمع 5 و 4 برابر 9 رادیکال اومده گرفته گذاشته تو جایگاه اول این برم جمع 8 و 8 6 و 4 ضرب میکنیم تو هم نگه جز میگیریم منطقه به فرجه 3 اینجا جمع 9 6 25 به فرجه 2 ضرب 2 در 4 برابر 8 به فرجه 3 این بر جمع 18 و 18 36 به فرجه 2 6 این برم 9 در 24 216 میده به فرجه 3 اونم 6 میشه میشه گزینه ای دال 15 رو با هم دیگه بررسی کنیم عدد های دور تا دور رو با هم دیگه ضرب میکنیم یعنی 2 2 6 چه 24 معکوس میکنیم 42 میده 3 3 2 ضرب 16 معکوس 8 4 4 16 تو 3 48 معکوسش میکنیم 84 چه گذینه ایدی سال 16 جمع این رقم های دور تا دور رو حساب کنیم 2 4 6 هم شبنی کاری که انجام میدیم 2 4 6 با 3 و 1 میشه 10 بعد زب در 11 کردیم شده 110 این بر سه و شیش نو دو چار پونش شیش پونزده این اینور یک چار پنده با سه سیزده بعد زبدر یازده بکنیم سد و چهل و سه به میده گذینه سی جواب گزینه ای میشه